برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسئولان کتابخانه زن در کابل، پایتخت افغانستان، اعلام کردند به سبب تحمیل محدودیت‌های بر زنان از سوی طالبان و به دلایل امنیتی اقدام به تعطیلی این کتابخانه کردند. بنیانگذاران این کتابخانه در بیانیه‌ای تأکید کردند طالبان دست کم دو بار به این کتابخانه حمله و بیش از 6 ماه آن را بستند. بر اساس این بیانیه، فعالان حقوق زن به منظور فراهم کردن مکانی برای زنان که در سایه حکومت طالبان به طور فزاینده‌ای از تحصیل و زندگی عمومی کنار گذاشته می‌شوند، این کتابخانه را باز کردند. یوسف بلمهدی، وزیر امور دینی الجزایر، از انتشار نخستین نسخه از قرآن کریم با دو خط معمولی و بریل در این کشور خبر داد. وی در ادامه افزود قرار است به زودی 5000 نسخه از آن در داخل و خارج توزیع شود. او همچنین گفت فناوری جدید خط بریل برای نابینایان مبتنی بر نوشتن کلمات با فونت معمولی است تا والدین بتوانند کودکانی را که به خط بریل مطالعه می کنند همراهی کنند. بر اساس مطالعه جدیدی که از سوی دانشگاه لیل به رهبری پروفسور الیور استیوز انجام شده، تعداد زیادی از مسلمانان با تحصیلات عالی فرانسه را به مقصد بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و دبی ترک می کنند. پس از بررسی 1074 مسلمانی که فرانسه را ترک کرده اند، استیوز استدلال کرد که بیش از 2/3 از این افراد گفته اند که برای انجام آزادانه اعمال دینی خود نقل مکان کردند، در حالی که 70% گفتند که برای جلوگیری از حوادث نجات پرستی و تبعیض آنجا را ترک کردند. او پیشنهاد کرد که نخبگان مسلمان با مهارت‌های مورد تقاضا از نحوه برخورد با آنها در کشور خسته شدند. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که در اثر وقوع طوفان شدید در دو کشور آفریقایی مالاوی و موزامبیک بیش از 200 نفر جان باختند. مقام‌های محلی تایید کردند که تاکنون 190 تن در پی این طوفان در مالاوی کشته، 584 تن زخمی و 37 تن دیگر ناپدید شدند. در موزامبیک در همسایگی مالاوی نیز 20 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. سازمان هواشناسی فرانسه سرعت این طوفان ویرانگر را 200 کیلومتر در ساعت برآورد کرده است.